امشب مینا لاکانی بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران میهمان شباهنگ. مطمئنم که بینندگان ما به خوبی با سوابق حرفه‌ای خانم لاکانی آشنا هستند. بازی در فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی متعددی که او را در زمره یکی از هنرمندان موفق ایران قرار داد. دریافت جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن ایران برای فیلم دیدار یکی از دستاوردهای مینا لاکانی است. او مدتی است که مجبور به ترک ایران شده و در نهایت به آمریکا مهاجرت کرده. خانم لاکانی به شما سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه با ما همراه هستید. متشکرم. منم سلام میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و تمام بینندگانی که این برنامه رو تماشا میکنن. خیلی خوشحالم که اینجا حضور دارم و در این جلسه شرکت کردم. بهرام، میدونم که شما گفتنی بسیار دارید، سعی میکنیم در این زمان کوتاه تا حدی که ممکن و مقدوره به تمام اونها بپردازیم. حتما. اما پیش از هر چیز میدونم دوستان میخوام بدونن که چرا شما ایران رو ترک کردید، اصلا چرا از کشور خارج شدی، کی اومدین بیرون؟ من یک ساله که از ایران اومدم بیرون، علیرغم میل خودم، بنا به دلایلی که بعد از ماجرای انتخابات سال 88، به خاطر اینکه ما کنار مردم بودیم و با مردم بودیم و این وظیفه فکر میکنم هنرمندانه که وقتی که مردم حرفی رو میزنن کنار مردم قرار بگیرن و این اتفاق برای منم افتاد و مثل تمام هنرمندای دیگه و فشارهایی که به وجود اومد بعد از این جریان، در نهایت ناباوری مجبور به ترک ایران شدم و الان اینجا هستم. خب خیلی مایل هستم کمی بیشتر در این باره توضیح بدید. شما هنرمند سیاسی نبودید، یعنی از گروه یا جریان خاصی حمایت نمیکردید، ولی گفتید با مردم بودن. یه مقدار این رو باز بکنید، یعنی چی هنرمندی که با مردمه، چه تعریفی داره؟ از اونجایی که یه آرتیست به خصوص یه بازیگر رو کسی بازیگر میکنه که یعنی کسی جز مردم اونو بازیگر نمیکنه، من فکر میکنم که ارتباط نزدیکی بین به خصوص بازیگرها با زنها با مردم هست و بعد از اینکه این ماجرا اتفاق افتاد، من فکر میکنم که بعد از اینکه این ماجرا اتفاق افتاد من فکر میکنم که مردم همه وقتی که هنرمندا رو میدیدن کنار خودشون، یه قوت قلبی بهشون دست میداد و خب این چیز جدیدی نبود برای من. من همیشه خواه نخواه بازیگرها یه جوری سیاسی میشن، علیرغم اینکه اصلا کارشون هیچ ربطی به سیاست نداره، اما خواه نخواه این اتفاق افتاد. البته من نه وابسته به جریانی بودم، نه وابسته به جرگه‌ای و یا گروه خاصی بودم، ولی از اونجایی که مطالبات من هم جدا از مردم نبودم و مطالبات من هم نزدیک به مطالبات مردم بود، خواه نخواه کشش پیدا میکردم که بریزم تو خیابون مثل بقیه و منم کنار اونا حرفمو بزنم. بهترین فرصتی بود که یه جور نزدیکی بین من و ارتباط تنگاتنگ با مردم به وجود اومد. نه من و خیلی از هنرمندهای دیگه این اتفاق براشون افتاد و اتفاق خیلی خوبی بود. منتهای مراتب خواه نخواه چون بازیگر زیر ذره بین هستن، چهره های مطرحی هستن، به خصوص اگه شما بازیگر تلویزیون باشید مردم خیلی زودتر شما رو میشناسن تا بازیگر سینما، و خواه نخواه زیر ذره بین قرار گرفتیم و فشارهایی رو متحمل شدیم که منجر به این شد که در اوج ناباوری کاری رو که خیلی دوستش داریم ترک کنیم. فقط شما به نکته ظریف اشاره کردید، ظرف همین ماهای گذشته به خصوص بعد از اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، خیلی از هنرمندا در کنار مردم بودن، به یه نوعی حمایت خودشون رو نشون دادن از اون درخواست های مردمی و جنبشی که در خیابان ها وجود داشت، ولی بعدش ما دیدیم که حکومت به شدت با اونها برخورد کرد، به یه نحوی منزوی شدن و فشارهای زیادی روی اونها گذاشت. فکر میکنید چرا حکومت چنین رویه‌ای رو در قبال هنرمندان در پیش گرفت و به این صورت با اونها برخورد کرد؟ خیلی طبیعیه، هنرمندی که چهره به چهره مردمه، هنرمندی که میاد یه کار خوب انجام میده و تو دل مردم جا پیدا میکنه، ممکنه یه موضوع خطرناکی جلوه کنه برای حکومت، به دلیل اینکه هنرمند میتونه تو همه جای دنیا، یک آرتیست میتونه حتی لیدر هم باشه و این چیز دور و بعیدی نبود. هنرمندا تو دل مردم جا دارن، به خصوص یه بازیگری که زیاد روی آنتن میره و زیاد دیده میشه.
خب قاعدتا اگر اونا میخواستن که از یک شخص خاص یا یک تفکر خاص حمایت کنن که نزدیک به تفکر مردم باشه، خب حکومت احساس خطر میکرد از این بابت. و خب مردم هم وقتی میبینن یه چهره مردمی حرفی رو میزنه که حرف اوناست، روشون اثر خواهد گذاشت و تعداد مخالفانشون بیشتر و بیشتر میشه. اما اتفاقی که افتاد، چون قدرت در دست همون جرگه خاص افتاد، همون عده‌ای که در واقع مقابل اون تفکر هنرمندها و لاین فکری هنرمندها بودن، بعد از انتخابات، چند ماهی بعد از انتخابات، اتفاق بعدی که افتاد این بود که اینها تلاش کردن دونه دونه این اشخاص رو شناسایی کنن. و خب بعضی ها که خب اینا خودشون هم میترسیدن از این که بخوان اسم ببرن از کسی که یه موقعی بشه قهرمانه مردم و یا لیدر مردم، این که خطر اینم وجود داشت. در نتیجه با یک حرکت بسیار ظریف و من تصورم اینه که خیلی غیر انسانی، هنرمندان رو وادار به انزوا کردن، بهشون کار پیشنهاد نمیدادن. و خب هنرمند فقط با کارش زنده است و وقتی کار نکنه میمیره. و این اتفاقی بود که برای خیلی ها، از جمله خود منم، افتاد. ماها بیکاری، ماها نداشتن حتی یک پیشنهاد خوب. و از اونجایی که من کسی بودم که دوست داشتم کار خوب انجام بدم، چون به هر حال من تو سینما فعالیت نمی کردم، از سینما شروع کرده بودم ولی سالها بود که سینما فعالیت نمی کردم و ترجیح دادم بازیگر تلویزیون بشم، علی‌رغم میلم، چون فشارهای توی تلویزیون خیلی بیشتر از فشارهایی که تو سینما وجود داره، ولی من بازیگر تلویزیون شدم. و خب ماها منتظر این بودم که یه سناریوی خوب به من پیشنهاد بشه. آیا این گروه خوبی هست؟ آیا کارگردان میتونم به عنوان یک کارگردان خوب انتخاب کنم؟ آیا سناریو خوب هست؟ اینا مشکلاتیه که خیلی از بازیگرها این مشکلات عدیده رو دارن. و چون شما اشاره کردید به همین حوادث رویدادهای بعد از انتخابات و برخوردی که با هنرمندان شد، تجربه شخصی خود شما چی بود؟ یعنی آیا تماسی گرفتن، گفتن ممنون تصویر هستید، ممنون کارید؟ چه رویه‌ای در قبال خودتون در پیش گرفتن؟ تجربه شخصیتون چی بود؟ بله، بارها به من میگفتن که وقتی ماها بیکاریم طولانی میشد، به من میگفتن که شما ممنوع تصویر شدیم، بدون اینکه کسی حتی به من بگه چرا ممنوع تصویر شدم. بعد از انتخاباتم ماها بیکار بودم و در نهایت متوجه شدم که خوبی اتفاقاتی مثل که داره میفته. تلفن تماسی به من شد که از شما فیلم دارن تو خیابون کنار مردم. و خب یه کمی احساس خطر کردیم به خاطر اینکه یک حرکتی شروع شده بود، آروم آروم اسم هنرمندا رو می آوردن. و بعد متوجه شدم که خب بسیاری از هنرمندایی که تو تلویزیون مطرح بودن و می دونستن که اینها تو خیابون کنار مردم هستن، ممکنه شنود تلفنی داشته باشن و برای من همین اتفاق افتاد. و تنها چیزی که دیگه خیلی منو مجبور کرد که من سراسیمه از ایران خارج بشم، یک تلفن بسیار مشکوکی بود که به من شد در درست روزهای آخری که من تو ایران بودم، که شما در فلان ساعت فلان موقع ماشینی میاد دنبال شما، شما رو قراره که از طرف وزارت اطلاعات داریم زنگ میزنیم، قراره که شما جایی باشید که متعلق به یک ارگان خاصی به نام سپاهه. من پرسیدم که آیا این مراسمی اونجا هست؟ گفتم بله، ولی گفتم من نمیتونم بیام به دلیل اینکه کاری دارم، مشغول هستم. من گفت یه جوری با من صحبت کردن که شما باید حضور داشته باشین اونجا. خب من تلفنم رو آف کردم و تصمیم گرفتم که از ایران بیام بیرون سال گذشته.